بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید خودت، به نام آفریننده حافظه و ثبت کننده و نگه دارنده خاطرات. خانم ها، آقایان، اینجا چلتیکه است، برنامه خاطرات شما. به چلتیکه خوش آمدید. ایرانیان، ایران جان، ارتباط بین فوتبال و آدامز از جام جهانی 1990 شروع شد. عکس‌های فوتبالیست‌های مشهور اون موقع از فون باسن و لوتار ماتئوس و روبرتو باجو و هیگویتا همه رفتن توی آدامز. آدامز خریدن که به خاطر تمام مزه خاص آدامز نبود، بلکه یه نسل فقط و فقط به خاطر عکس فوتبالی آدامز می‌خریدن. همین عکس‌ها تبدیل به کلکسیون بچه‌های دهه 60 می‌شد و کسی سلطان کلکسیونرها محسوب میشد که تمام شماره‌هاش کامل بود. مجموعه من بیچاره فقط و فقط به خاطر نداشتن یه شماره 10 که میگفتن مارادوناست و به سردایی یکی از دوستام داشت، ناقص موند که موند. آدامسا و آدامسخورا به دو دسته تقسیم میشدن. یک، اونایی که آدامس رو به عشق برچسبش میخریدن که معمولا شامل دختر خانما میشد. دو، دسته ای که آدامز رو به عشق عکس فوتبالی، مسابقه با عکس ها و تلاش و لابی برای معاوضه عکس های تکراری با عکس های کمیاب می خریدن. بینندگان عزیز، ما همکنون در یک محوطه باز هستیم تا راجع به ورزش با مردم مصاحبه کنیم. سلام آقا. سلام. ممکنه بفرمایید شما ورزش می کنی؟ بله. پیاده روی؟ خیر آقا. بسکتبال؟ نه خیر. دو؟ نه خیر آقا. فوتبال؟ خیر. والیبال؟ نه خیر. هندبال؟ نه آقا. فهمیدم. کشتی؟ خیر. کاراته؟ نه خیر. پینگ پونگ؟ خیر آقا. جودو؟ خیر. ممکنه بفرمایید چه ورزشی میکنی؟ جناب علی؟ بنده گزارشگر تلویزیون هستم. حتما گزارشگر برنامه ورزش و مردم، نه؟ هم بله هم نه خیر. آقا رو خودش هم نمیدونه جریان چیه. بله؟ بله. آقا من از شما یه سوالی کردم. به چه حقی شما از من سوال کردی؟ مگه کار بدی کردم؟ دیگه چی کار می‌خواستی بکنی؟ اصلا معلومه شما چتونه؟ بله که معلومه. ممکنه بفرمایید شما چتونه؟ اسم 10 تا قهرمان معروف جهانو بگو. یعنی چی آقا؟ یعنی که سواد مواد ورزشی یختی. بله. محبوب و محجوب. این خلاصه توصیف مهمان امشب ماست. کسی که تخصصش گشودن دروازه ها و دست یافتن به مدال هاست. با اینکه 12 ساله که کفش ها رو آویخته، اما با 84 گل هنوز در رده 4 گلزن ادوار لیگ ایرانه. خانم ها، آقایان، با احترام و افتخار دعوت می کنم از جناب آقای ادموند بزیک. ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیزتون و خیلی ممنون از دعوتتون. پیشترم خدمتتون عرض کردم پشت صحنه که من برنامه‌تون رو دیدم. خیلی خوشبختم که اینجا هستم و در خدمت شما و برنامه بسیار زیبا و خوبی است. عزیز دل، باعث افتخار ماست که شما روی صندلی چلتیکه نشستین. ورزشکار کار درست و خاطره ساز. اهل خاطره هستی؟ خب به هر حال ورزشکارا بیشترش خب خاطره زیاد دارن دیگه. آره هستم. یه چیزی بگم، خیلی دوست داشتم تو این برنامه باشم. قدمت رو چشم عزیز دل. باعث افتخاره. خیلی خوش اومدید. خب امیدوارم که میزبان خوبی برای شما باشم. خاطرات باحال مرور کنیم، از شما بشنویم، از زبان شما. و همون اول کار بفهمید که ادموند بزیک خوب کشور ما کی در اینجوری سال و ماه و روز و در کجا به دنیا اومده؟ خب متولد 21/5/1354 در تهران.
خیلی خوش اومدی به دنیا. آره، در کدوم محله؟ محله نارمک. محله نارمک؟ بله، به اکثر محله های نارمک و زرکش و مجیدیه، یه بالا صنایعی و اینا اکثریت بله ارامنه نشینن. بله، ارامنه خود کشورمون. بله، اونجا ها بیشتر ساکنن. بله بله. خب از خونتون بگو، خونتون چجوری بود، چه شکلی بود، تلویزیون کجا بود، حیاط دار بود نه حیاط نداشت، چجوری بود؟ خب اکثر اون موقع اکثر خونه ها حیاط دار بود و من یک برادر یک سال و تقریبا یک سال و نیم از من بزرگتر داشتم، اونم علاقه خیلی زیادی به فوتبال داشت. ما اون موقع تلویزیون تبلیغ نشه، حالا نمیدونم میتونم بگم نه میگو، آره این شاب لورنسا داشتیم که باز میشد آکاردیونی. آره آره، از اینا داشتیم باز میشد و اگه یادتون باشه مبله بود، یعنی پایه داشت. بله، پایه داشت، مبله بود. ما جورابا رو میذاشتیم تو هم با برادرم توی خونه بازی میکردیم، ولی خب چون خونه اون حیاط دار بود اکثرا وقتی بیرون بودیم که بیرون تو حیاط بازی میکردیم، وقتی هم توی خونه بودیم توی خونه. حالا به هر حال اون شیطنت های بچگی رو فکر کنم که خیلی دیگه، حالا همسایی هم یه ذره ناراحت میشدن چون شیشه میشه میشکست و پس شیطون بوده. شیطون مردنم شیطون بود. آه، شما پر انرژی بودی یا آروم بودی؟ نه نه، پر انرژی بودم ولی چیز بودم، خرابکاری نمیکرد. نه خرابکار نبودم، خرابکار نبودم، ولی خب فوتبال رو خیلی دوست داشتم. من دقیقا یادم جام جهانی 1986 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نزدیک به 10 سالم بود که تام تو فکر میکنم بیشتر بازیکن‌ها رو میشناختم، یعنی بیشتر بازیکن‌های تیم‌ها رو میشناختم. تیم‌های به هر حال مطرح اون موقع مثلا برزیل و آرژانتین و آلمان و اینا رو تقریبا میشناختم. حتی 82 هم یادمه چون اون موقع هم 7 8 سالم بود یادمه. چه ستاره‌هایی داشتن تیم. بله، چقدر کیف می‌کردیم. بله بله، خیلی از اون کاغذ آدامسا جمع میکردی عکس فوتبالیستا توش بود؟ بله. آره بله، همه این کاره بودیم، همه این کاره بودیم. من کارت داشتیم بازی میکردیم. آره یادش بخیر. خب فرزند چندومی؟ فرزند سوم آخر. یه برادر دارین و یه خواهر؟ یه خواهر. بله. آخری هستی؟ تحت آخری هستی. خب حرفه پدر چی بود؟ پدرم کارمند مدرسه بود. کجا مدرسه رفتین؟ تو مدرسه هم بگید، چی فوتبال داشتین، چجوری بودین؟ اول یعنی ابتدایی و آمادگی بود، اولش که آمادگی و ابتدایی توی مدرسه کوشش که توی خیابون جمهوری، چون بعد از نارمک ما رفتیم اونجا ساکن شدیم و تا چهارم ابتدایی، بعد اومدیم همون محله قدیمی خودمون که اونجا مدرسه نایری، بعدش هم سوغونیان و همون که بیشتر مدرسه ارامنه بودن. بله، همینجا اولا که به ارامنه خوب کشورمون سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام و ارادت دارم و اولین مهمان ماست که از جمع ارامنه عزیزمونه و برای ما افتخاره. امیدواریم همیشه تندرست و سلامت باشید. اهل تخیل بودی؟ بچه بودی؟ خب من همیشه توی تخیلاتم این بود که خودم توی حیات بعضی موقع که تنهایی بازی میکردم بازی هم گزارش میکردم. بازی مثلا گزارش شد، چون بازیکنایی که دوست داشتم و اسمشو میذاشتم رو خودم و بازی میکردم. و واقعیت اینه که شاید خیلی بچه بودم، یعنی شاید 10 سالم نشده بود که این کارو میکردم، خیلی دوست داشتم، یعنی علاقه شدیدی به فوتبال داشتم و خیلی ها مثلا میگفتن که حتما این فوتبالیست میشه، ولی خب اون موقع خیلی مدارس و فوتبال اینجوری نبود که شما برید توشو مثلا بیاین آموزش‌های درست ببینین، همون خیاب فوتبال خیابونی و محلی بود. ولی من تا اون موقعی که یادمه همیشه با بزرگتر از خودم فوتبال بازی کردم، یعنی شاید 6 7 سال به بعد از با بزرگتر خودم فوتبال بازی کردم. ادمون جان هیچ وقت تجسم کردی تو بچگیات که یه روزی اسمت رو از تلویزیون بشنوی که گزارشگرا دارن میگن؟ اصلا نه اصلا فکرشو نمی‌کردم، ولی خب میدونی که تیم آرارات تیم محبوب ارامنه بود، یعنی شما اگه اون موقع چندین یعنی چند تا تیم فوتبال وجود داشت که مال ارامنه بود، مثل رازدان، ماسیس، تیمایی بودن که توی محل بودن و ولی باشگاهی هم شرکت می‌کردن. هر کی مثلا پرسپولیسی بود یا استقلالی بود، بعضی‌هاشون هم پاسی هم بودن و بله 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 ریشه دارن. گرایش بعدیشون آرارات بود. خیلی جالب بود چون تیم همیشه تیم یه تیم بود که قابل احترام بود، تیم خیلی و خیلی از بچه‌هایی که
هم بازی من بودن دوست داشتن تو وارات هم بازی کنن. بله اصلا تیمی بود که همه تیم‌ها جدی می‌گرفتن. بله تیم باشگاه خوب و یه مدت مثلا میشد بگی که اصلا قطب سوم فوتبال ایران. بله همونطور که در توصیف شما به طور خیلی خیلی خلاصه عرض کردم قبل از اینکه وارد صحنه چلتیک بشین، محبوب و محجوب که هستید و خیلی صفات قشنگ دیگه، واقعا از یک تیم محبوب و محجوب هم آمدید. یعنی آرارات واقعا هم محبوب بود هم محجوب، نه حاشیه‌ای داشت، نه کارشو میکرد، تیم دوست داشتنی بود، همه اونا که گرایش به قرمز آبی سبز داشتند همیشه نگاهی هم به آرارات داشتن و این تیمو دوست داشتن، جدی میگرفتنش. من قشنگ یادمه وقتی آرارات بازی داشت، من خیلی بچه بودم که تو آرارات بازی کردم، یعنی اگه اشتباه نکنم اولین بازیمی که برای آرارات بازی کردم رفته بودم رالی نگاه کنم تو استادیوم آزادی، بعد اومدم خونه مادرم گفتم مادرم گفتن که اومدن دنبالت بری بازی، گفتم ما امروز بازی نداریم، من چیزم جوانان بازی میکنم. گفتن که نه چیز، گفتم فقط بزرگسالان بازی داره امروز، بعد گفتن نه اومده بودن دنبال تو. منم رفتم، اون موقع همیشه تیم ما چیز داشت، سرویس داشت، یعنی رفت آمدمون با کلاس بود. بعد رفتم و همون روز بازی کردم، 20 دقیقه بازی کردم، تو اون بازی کردم. چه حسی داشتی؟ خب میدونین من بچه که بودم میرفتم یه زمین خاکی داشتیم به اسم رافی که اکثریت فوتبالیستای خوب ایران هم مثلا از علی آقا پروین بگیر شما تا خیلی خیلی کسای دیگه اومدن اونجا بازی کردن و هر جمعه من میرفتم اونجا جزء توپ جمع کنایی که منتظر بودن بازی نیمه بشه برن وسط زمین رو بازی کنن بودن و جمعیت خیلی زیادی هم میومد اون بازی ها. اونجا وقتی شما بازی، اونجا وقتی بازیکن ها میومدن، بازیکن های تیم آرارات هم میومدن بازی میکردن اونجا، اون موقع انقدر چیز نبود، یعنی بازیکنی که باشگاهی هم بازی میکرد تو این بازی ها حتما شرکت میکرد. من خودم وقتی پرسپولیس بودم بازی کردم، یعنی همون موقع که پرسپولیس بازی میکردم خاکه بازی میکردم. من منتظر میموندم که این اسمای بزرگ آرارات بیان، با هم صدام نگاه میکردم، یه راه رو بود بعد پله میخورد میومد توی زمین، من بغل پله با هم میسادم که بازیکنای بزرگ مثلا آرارات بیان سلام بدم سریع، یعنی واسه من یه رویا بود بازیکنی که مثلا حالا و بازیکنای بزرگ آرارات بیان مارکار آجانیان آقای بیگین کوهیان، آقای مایس میناسیان، آقای سامسون پتروس، خیلی 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 بودن، مارکار آجانیان، بخشی مارکار آجانیان خیلی بودن، آقای سفریان خیلی بازیکنای بزرگی بودن که مثلا یعنی همه اصلا استثنا نداره، همه اونایی که توی آرارات بازی کردن حتی تو رده ملی هم بودن، آقای اختر هم بودن، استثنا نداره، اینا همشون توی زمین خاکی بازی کردن. بعد آرارات هم اسم رشته کوه از اونجا گرفته شده، درست؟ بله از اونجا گرفته شده. بعد اینکه من ورود کردم اون روزی که رفتم بازی کردم، خب به یکی از رویاهام رسیده بودم، یعنی بزرگترین رویای من این بود که توی بزرگسالان آرارات بازی کنم. بعد من اصلا این خاکیه که خدمتتون عرض کردم اونجا بود که یه روز اصلا آقا عیبی شده هر جا که هستن سلامت باشن اومده بودن که ما رفته بودیم فینال، خیلی کوچیک بودم، من فکر 15 سالم بود ولی بزرگسالم بازی می‌کردم، یعنی تو خاکه تو تیم بزرگسال بازی می‌کردم. قد بلند بودی همون موقع؟ تقریبا قدم بلند بود. بله بعد اومده بود که جوایز رو مثلا بدن و چون اون موقع مربی تیم آرارات بودن دیگه حسن آقا، بعد هم تو همون فیناله من دوتا گل زدم و به من گفتن بیاین آرارات. خب آرارات یه تیم مثلا تازه به من گفتن بیاین که تو نوجوانان آرارات. یه چند تا از اسمای بازیکنای اون موقع که میگی بچه بودم رو خودم میذاشتم گزارش میگفتم و اینها، بگو از اونها که محبوبت بودن از اون بازیکن. خب ببینیم ما ایرانی ها بیشتر دوست داشتیم مثلا تیمای مثل آلمان و بیشتر فکر کنم اکثریت ایرانی ها آلمان رو دوست داشت. آره آلمان ستاره های خوبی، ولی من خودم شخصا دوست نداشتم، مثلا من آرژانتین رو دوست داشتم، برزیل رو دوست داشتم که الان دوست خیلی دوست ندارم. خب و خیلی از بازیکنایی که مثلا مثل ایتالیا رو دوست داشتم، مثلا هلند چی؟ هلند 98 خیلی دوست داشتم، مثل رود گولیت و فان باستن و رایکارد و کومان و کومان بعدی سال 82 مثلا دینوزوف رو یادم، جاماریفاف رو یادم از اون موقع که مارادونا سال 82 هم بازی کرد. حالا که هر خاطره بازی هستی یه خاطره تصویری هم مرور بکنیم برگردیم. بله کار داریم با شما آقای ادموند عزیز، خدمتتون هست.
به نام خدا ادمون بزیک هستم، 6 سال عضو تیم مقرراتم و 2 سال عضو تیم به خدا نیدم امید ایران بودم. چند سالتون آقای بزیک؟ 20 سال. چند سال فوتبال بازی میکنم؟ تقریبا 7 سالی میشه. 7 سال همیشه هم تو تیم آرارات بودیم؟ بله این 7 سال تو تیم آرارات بودیم. بهترین بازی که کردی آقای بزیک در مقابل کدوم تیم بوده؟ به نظرم بهترین بازی ما مقابل تیم برق شیراز انجام دادم در این فصل. خب بهترین گلی که زدی، اصلا توی چه پستی بازی میکنی معمولا؟ معمولا فوروارد بازی میکنم و بهترین گلم به برق شیراز زدم. دیگه کار سختی نبودیم، کار آسونی این. آره ولی چند تا گل خوش خطر آفرین بود یا فوروارد غیر قابل پیش بینی و خطرناک بود. خاطراتم زنده شد. اصلا من باورت میشد اصلا ندیده بودم گلا رو، گلای مصاحبه رو اصلا ندیده بودم. 20 با فکر کنم اگه اشتباه نکنم چیز بود، اردو تیم ملی امید. بله اردو تیم ملی امید بود، ولی من نه مصاحبه رو دیده بودم نه گلایی که اون گل یکی چه استقلال رو خودم دارم، ولی اون گفته بی کیفیت شد دارم. بله کیفیت شد. شما از آرارات رفتین به تیم ملی امید؟ بله بله رفتین ملی امید. بله تیم ملی امید و تیم ملی جوانان بودم، تیم ملی امیدم بودم. ملی بزرگسالمون کما بیش داری متاسفانه بایستی رفع بکنیم این مشکل رو. حالا ادمون بازیک، ادمون بازیک هفتمین گل آرارات و هفتمین گل خودش رو به شکل شایسته ای زد. این همون مقطعی بود که من ثانیه‌های قبل خدمتتون عرض می‌کردم. بازیکن شش دونگ رو ما کم داریم. ادمون بازیک رو سر و گردن بلند شد، این ضربه رو به شکل بسیار عالی زد و اولین گل بازی به ثمر میرسه. تیم ملی امید 4 تا از بازیکن ارامنه تو تیم ملی امید بودیم. من بودم، خدا رحمتش کنه، آقای تیموریان بود، سرژیک تیموریان. آقای فرید ملکیان بود و آقای سروج ابراهیمی. یعنی ما 4 تا تو اون سال که الان تو تصویر دیدیم، تو ما 4 تا بازیکن تیم ملی امید بودیم و فکر کنم که یه اتفاق جالبی بود که 4 تا مثلا بازیکن ارامنه تو تیم ملی هستن و شاید خیلی کم اتفاق افتاده باشه از اون روزی که فوتبال به وجود اومد. چون از اون روزی که فوتبال ایران بوده همیشه ارامنه جز نفرات تیم ملی ما همیشه داشت. بله بله. همیشه داشتیم. و اون که انتخاب شده حست چی بود؟ خب ببینین وقتی شما اونجا هم رویاهات بزرگتر نشد؟ من میتونم برم تا تیمای بزرگتر، تا ستاره شدن. ببینین وقتی شما این پله‌های ترقی رو دارین پیشرفت می‌کنین، وقتی تو این تونل میافتین، خب هد میرین جلوتر، اتفاق خوب برات میفته دیگه. من همیشه دنبال این بودم که یه اتفاق خیلی بهتری بیفته، خیلی بهتر باشه، خیلی از این که هستم. من تمام هموغم هم مثلا فوتبال بود. شاید باورتون نشه ولی وقتی من 18 سالم بود شاید هفته 4 بار بازی میکردم. من 4 تا بازی میکردم، هم تو جوانان بازی میکردم امیدا، هم بزرگ سالان بازی میکردم، شاید هفته 4 بار بازی میکردم. ولی وقتی هم بازی میکردم روزایی که بازی همون مثلا صبح بود، من زورش میرفتم تمرین بزرگ سالان آرارات. ولی همش دنبال این اتفاقه بودم و براش زحمت میکشیدی، تمرین میکردی، تلاش میکردی، دغدغت بود. ببین یه چیز به شما بگم، شما الان تو این جایگاهی که هستین، خب یه موجی موفق، یه هنرمند موفق هستین، خب حتما زحمت کشیدین براش. بدون زحمت نمیتونین همچین جایی برسین. من فکر کنم همه آدمایی که موفقن
حتما زحمت کشیدن. من دقیقا یادمه که اولین باری که دعوت شدم تیم ملی امید، تیم ملی جوانان بودم که تیم ملی امید فیکس بازی میکردم. یعنی وقتی برگشتم تهران، روزی که برگشتم مثلا 12 ظهر بود فکر کنم، رفته بودیم هندوستان یه تورنمنت جام وحدت بود اسمش با تیم ملی امید. برگشتیم ساعت 12، من 4 بعد از ظهر رفتم تمرین، یعنی 12 رسیدم تهران، 4 بعد از ظهر رفتم تمرین. خواهم بگم که اون موقع تلویزیون دو تا کانال بیشتر نداشت، خیلی دیگه پای تلویزیون نبودیم، خیلی این فضای مجازی نبود و استراحتمون به جا بود. حالا به هر حال فوتبال انقدر حرفه‌ای نبود، ولی سعی می‌کرد، ما نمی‌دونستیم که، ولی کار درستی انجام می‌دادیم. مثلا به موقع می‌خوابیدیم، به موقع تغذیه می‌کردیم، به موقع مثلا استراحت می‌کردیم. اینا خیلی زیاد تمرین می‌کرد. خیلی زیاد. ولی خب کسی نبود به ما بگه که آقا مثلا هفته 4 تا بازی نکن. سنت که رفت بالاتر شاید دیگه اون اشتباه بود. من نوعی که بازی میکردم لذت میبردم، دوست داشتم، جوان بودم، ولی اشتباه بود. چون نه ما دکتر تغذیه داشتیم، نه فوتبالیست حرفه‌ای بودیم، ما آماتور بودیم واقعیت این. عشق داشتیم. آره عشق داشتیم، ولی میگم که کار اشتباهی بود. چون من 30 سالم بود که 31 سالم بود فوتبال رو گذاشتم کنار به خاطر درد کمر. ولی وقتی برمیگردم میبینم که مثلا شاید اون موقع الان که پیشرفت کرده، فشارها درست و با برنامه ریزی و علمی بود، شاید بیشتر بازی میکردم. مطمئنم بیشتر بازی میکردم، بیشتر بازی. یه آدمی بودم که وابسته به خانواده بودم، خیلی زودم ازدواج کردم. در چند سالگی؟ 23 سالگی. مثل من 23 سالگی. 23 سالگی ازدواج کردم و خانواده رو خوب اذیت میکردم دیگه، چون همیشه نبودن. عزیزم. آره. محصول اون ازدواج در 23 سالگی چند فرزنده؟ من یه دختر دارم 15 سالشه که ماشاءالله ماشاءالله. منم مثل من شما، منم یه دختر دارم. بله. همه زحماتش هم گردن خانومم هم بوده دیگه. یعنی من روزی که به دنیا اومده فرداش رفتم، حتی ازدواج کردم فرداش خودم تنها رفتم. آره. ورزشکار این کشور مسئولیت رو شغل بوشت. شغل بسیار سخت. بله. همینجا به همسر شما و دختر خانم گل شما سلام میکنیم. مرسی دوست داریم. امیدواریم که واقعا خوب باشه. واقعا شاید یه جمله کلیشه‌ای باشه، ولی همسرم با همه چیه من ساخته. همه چیه من. و واقعا خدا رو شکر تمام و کمال بوده و خیلی هم واقعا هم به معنی بیشتر از اون چیزی که من انتظار داشتم با من مدارا کرد. این یه حقیقته درسته؟ بله. پس کلیشه‌ای بودنش مهم نیست. نه حقیقته. آره. مهم اینه که حقیقته. دمشون گرم. دمشون گرم. عالی بودن. انشالله همیشه در آرامش باشن. یه حسن بزرگی که داشتن خب واسه من مثل دوست بودن. اه به. این خیلی شکل رابطه زناشویی. آفرین. دوست الان همینجوری خدا رو شکر هم دخترم هم مثل یه رفتاری مثل یه جمع رفاقتیه. آفرین. به به تبریک میگم. مرسی. انشاءالله همینطور این کانون رو بتونیم به خوبی گرم و صمیمی حفظ بکنین، در کنار هم باشین و شاهد خوشبختی دختر خانمتون باشین. مرسی خیلی ممنون. کارتون میدیدی؟ خیلی زیاد حال میکردی الان نگاه میکنم کارتون جذابه. الان که با دخترم حتما نگاه میکنم انیمیشن، و حالا قبلش که کوچیک‌تر بود باهاش به بهانه اینکه بچه داره نگاه میکنه منم نگاه میکنم. حتی کارتون من فکر کنم کارتون همه دوست دارن. قشنگ جاذبه داره قشنگ. آره. من الان پدرم تاموجری نگاه میکنه. چی رو؟ تاموجری نگاه میکنم پدرم. 78 سالش. همه دنیا نگاه میکنن. تو این سن دوست دارن. آره بابا قبل من میشناسم آدم میان سال کهن سال میشینن میبینن جوونا مثل من شما کوچیک‌تر جذابه. بله. چه چند تا کارتون بگم از قدیم ببین کدومو دوست داری پخش کنیم یه خورده خاطر بازی کنیم. خودتون بگید چیا رو دوست داشتین. دکتر ارنست. بلو سباستیان. چقدر باحال بودن اینا. بعد اون چی بود گالونی بود چی بود اونو بچهای مدرسه والت. آره بله. اون یکی دیگه بود بچهای کوه آلپ. بله. اون سنباد پینوکیو. خانواده وحوش یادته؟ بله آور. دوست داشتی؟ بله اونم دوست داشتم. ورودت به پرسپولیس برام بود که چی شد و چجوری بود و اصلا قبلش حس و حالت چطور بود؟ واقعیت اینه که بیشتر ارامنه طرفدار تیم استقلال بودن. البته الان
پرسپولیسی هم زیاد شد. ولی قطرات بیشتر ارامنه طرفدار تیم استقلال بودن و ولی من واقعا طرفدار تیم پرسپولیس بودم. یعنی روزی که آرارات من سال اگه اشتباه نکنم 70 بود یا 69 یا 70 بود آرارات 1-0 پرسپولیس رو شکست یعنی برد، من اون روز ناراحت بودم. آره خیلی طرفدار تیم خودتون. آره دارین که تیم خودمون بود ولی ناراحت بودم. دو آتیشه پرسپولیسی بودی شما. خیلی آره من پرسپولیس خیلی دوست داشتم به خاطر ناصرخان محمدخانی و اون دوره‌ای که سیج بازیو بردن خیلی تیم پرسپولیسی شده بودم. بعد اینکه اومدم از بعد کشاورز منو می‌خواست، قبل اینکه برم پرسپولیس کشاورز منو می‌خواست، مربیشونم خدا بیامرز چیز بود، آقای قایقران بود. خدا رحمتش می‌کنه. منو می‌خواستن، دو ماه رفتم اونجا تمرین کردم که یکی از دوستان که الان توی ایران هم زندگی نمی‌کنه اومد گفت به من گفت که میری پرسپولیس. گفتم چی میری؟ میری؟ گفتم میرم پرسپولیس. گفتم آقا من خودم برم پرسپولیس. بعد گفت که آقا چیزه پرسپولیس تو رو می‌خوام. مهندس آبدینی بود آقای درخشان و چقدر چیز گفتیم خدا رحمت کنه چیز بود آقای استانکو بود مربیش، مربی تیم پرسپولیس. احتمالاً مبلغ قراردادتون هم تو پرسپولیس کمتر از کشاورز بود چون تیم کشاورز تیم کشاورز تیم مایه‌دار بود. آره پولدار بودن. من از کشاورز میگرفتم 6 میلیون تومان سالی، یعنی تقریباً صحبتامون تموم شده بود چون من با کریم باقری خیلی رفیق بودم. بعد موقع آقای کریم هم چیز بود دیگه، کشاورز بود، ما هم من و آقای ملکیان و سرژ ابراهیم بودیم که هر سه تامون رو می‌خواستن. سال 73-74 بود. 74 75 بود. 75 بود. بله. که یه دو ماه اگه اشتباه کنم یکی دو ماه تمرینم کردیم باهاشون و بعد مبلغ قراردادمون 6 میلیون تومان بود. اون سال که کشاورز پیشنهاد داده بود سالی 6 میلیون تومان، من رفتم پرسپولیس با 2 میلیون تومان. یک سومش. بله با 2 میلیون تومان رفتم پرسپولیس و اینو میگفتم که اومدن گفتن که پرسپولیس میخواد و من رفتیم سر تمرین. اون موقع پرسپولیس خیلی ستاره داشت، آقای دایی بود، آقای شارودی، آقای محرمی، آقای پیروانی، خیلی بازیکن بزرگ زیاد، آقای پیوس، همه بودن، یعنی آقای کمال مقدم بود، عابدزاده بود، خیلی تیم خوبی بود. سال قبلش هم اگه یادتون باشه سال قبلش از قبل از نیم فصل شروع کردن بردن قهرمان شدن، برنامه گرفتن قهرمان شدن. بعدش کریم باقری هم اومده بود اونجا، یکی نبودن همه چه کار سختی داشتی. بعد روز بعد به من گفتن که فلان ساعت بیا تمرین. من رفتم تمرین و استانکوب میگفت من ایشو نمیخوام، من این بازیکنایی که دارم همینا رو میخوام، ایشو نمیخوام. بعد آقای آبدینی گفته بود بابا ما یه سری طرفدارای چیز داریم، ارمنی داریم، ما میخوام تو تیمم یه ارمنی هم باشه از بازیکن ارمنی. آقای آبدینی، آقای درخشان منو خیلی دوست داشتن. ما روز اول رفتیم تمرین و من که اصلا تو رختکن اصلا نرفتم که لباس عوض کنم چون خب میگم خیلی بازیکن بزرگی بودن و حتی خب به هر حال من روبروشون بازی کرده بودم موقعی که آراد بودم، ولی خب احترام سعی کردم که احترام همه رو داشته باشم. بعد اصلا میخوام بگم که من بازیکنی بودم که نزدیک 30 تا گل زده بودم تو دو فصل لیگ برتر. دیگه آزادگان بود موقع لیگ برتر، دیگه آزادگان نزدیک 30 تا گل زده بودم ولی حالت تستی رفتم اونجا. با این حال بله حالت تستی رفتم چون استانکو بازیکن آب از شانس خوب من 2-3 تا گل خیلی خوب زدم تو تمرین. آها خیلی خوب تمرین کردم و استانکوت همونجا به آقای آبدینی گفت که من اینو میخوام، که بعدها خیلی خیلی منو دوست داشت، خیلی دوست داشت من. همون شد دیگه، من رفتم پرسپولیس و 5 سال اونجا بازی کردم. خاطرات خیلی خوبی دارم، خیلی بازیکنهای بزرگ. روزی هم که رفتم پرسپولیس قشنگ یادم، چون آقای داییو از قبل میشناختم، توی تجارت بازی میکرد، من آرارات بازی میکردم. روز اولی که رفتم خب به هر حال اون موقع ما من و آقای دایی هم پستی بودیم دیگه، توی یه پست بودیم، ولی ایشون خیلی حالت چجوری بگم، شاید خیلی این کارو نمی‌کردن، خیلی از بازیکن‌ها این کارو نمی‌کردن و من گفت که همینجا بمون، من
به قول فوتبالی هوا تو دارم اینجا و فلان، همینجوری خوب کار کنم هوا تو دارم. شاید خیلی از بازیکنان نمیگفتن، چون به هر حال ما هم پستی بودم. نمیخوام بگم که من در سطح آقای دایی بودم، ولی به هر حال من و آقای دایی هم پستی بودیم اونجا. خیلی هم اول که آقای دایی بود خیلی تو پست خودم بازی نمیکردم. آقای اسلامکو میذاشت منو بال چپ، سیستم اون 3-6-1 بود، ولی توی حمله میشدیم 3-4-3 موقع دفاع کردن میشدیم 3-6-1 که اون یه سیستم جدید بود که آقای اسلامکو برده بود. تیممون فوق العاده تیم قوی و خوبی بود، فوق العاده، چون فکر میکنم که تو اون سالها اصلا کسی از مون نمیپرسید مثلا بردین یا باختین، میگفتن چند تا زدین، چند شد بازی. شما سال 75 چند هفته جلوتر قهرمان شدید. بله، چند هفته جلوتر قهرمان. خیلی تیم قوی بود. بعدش هم آقای کریمی اضافه شد. اصلا دیگه جادوگر اومد. بله. آقای کریمی هم از همون موقع که اومد فکر کنم که همه چشا به آقای کریمی بود، چون می‌دونید یه فوتبالیستی بود که به هر حال سبکش خیلی فرق می‌کرد به نسبت بقیه بازیکن‌ها. خیلی استعداد بود. خیلی سوال. اولین گلی که تو پرسپولیس زدی رو یادت میاد؟ بله، ماشین سازی. ماشین سازی بود؟ بله. ببینیم 3-0 بردین، دو تا شما زدید. ببینیمش. دو تا شو شما زدید. دو تا شما زدید. البته این صحنه دوم بود، گل از اون طرف. گل شد برای سپیروزی. به زورم گل شد. به زور برای اولین گلت بوده دیگه. بله. اعتراض میکنن. گل اول رو به زیک ساخت، گل دوم رو خودش به ثمر رسوند. حالا باز هم محرمی. ایمار به زیک پشت مدافعان صاحب توپ میشه. ادمان به زیک از تو دروازه ماشین. آفرین چون سرد. دیگه اعتماد به نفسم اومده بود خوب. چه شماره می پوشیدی؟ سال اول که رفتم شماره 15 بودم. نه 22 بود. اول 22 بود، بعد شد 15، بعد 10. 22 بعد 15، 10. 15 بعد 10. تو یک سال شد. تو یه سال سه تا شماره عوض کرد پیرنه. بعد فکر کنم نه، سال دوم شدم 10. یک سال 22 بودم شد 15. خب. همین گل اول که میگی به زورم رفت. اولین گلت بوده تو پرسپولیس؟ بله بله، اولین گلم بود تو پرسپولیس. خاطرت هست که پاسشو کی داد؟ گل مرد، خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه. امروز همه رو چیز کردیم. خدا بیامرزه. مرداد میناوند رفیق خیلی خیلی خوب من بود. خیلی دوستش داشتم. خیلی خیلی آدم مهربون و آدم خیلی بیشیدیپیلی بود. خیلی کمک می‌کرد همه. ولی واقعا متاسفم. واقعا معنی هنوز باور نکردم. خیلی داغ بود واقعا. داغ بود، باور نکردنی دیگه. یادش گرامی است همیشه. ببینید چی جالبه که خیلی وقتی من یه بازیکنی بودم از نظر روحی، خب مثلا گل نمی‌زدم، چند تا بازی به هم می‌ریختن. جالبه که دو سه بار که این اتفاق واسه من افتاد، هر دو بار فکر کنم دو بار یا سه بار اتفاق، هر دو سه بار مرداد میناوند پاس داد من گل زدم. خاطره خاصی داری از آقای میناوند؟ من وقتی تیم ملی جوانان بودم، واقعیتش اینه که والا استاد مجید جلالی مربیمون بود، نمیرفتم تمرین چون تیم ملی امید بودم. نمیرفتم سر تمرین، خیلی نمیرفتم سر تمرین تیم ملی جوانان. بعد خب مرداد اینا اونا تیم ملی چیز بودن، اونا تیم ملی همیشه بودن. روز اولی که رفتم من شما 12 می پوشیدم. خودش هم این خاطره رو تعریف کرده. خدا رحمتش کنه. خدا بیام. اومد به من گفت آقای من ببخشید من 12 پوشتم. گفتم بابا آقا چیه؟ اما یه تیم و همسن هم دیگه، همسنیم. و بعد اونجا همونجا شماره 12 رو داد به من. یعنی من دیگه بعد البته مصدوم شدم، خیلی بازی نکردم توی چیز تیم ملی جوانان، فکر کنم 20 دقیقه بازی کردم. ولی خب خاطرت که همیشه خودش تعریف میکنه و یعنی تعریف میکرد و من شرمنده هم میکرد. روح شاد باشه. روح شاد باشه.
سریال چی میدیدی اون موقع؟ میرسیدی سریال حالا ایرانی خارجی دهه 60 اسمو میگی؟ مثل سالهای دور از خانه اوشین سلطان و شبان سلطان رحمت سر به دار سر به دار همه رو دیدم هزار دستان من فیلم زیاد نگاه میکنم سریال فیلم زیاد نگاه میکنم اونا رو میدیدی کدوما میخکوبت میکرد خب ببینید برای ما دهه من که دهه 50 ام ولی خب این فیلم ها تو دهه 60 پخش میشه فکر کنم که سالهای دور از خانه همه دوست داشتن ساعت 9 شب هم نشون میداد آره اصلا آره. کسی بیرون نبود دیگه آره ساعت 9 شب 8 یا 9 شب بود اگه اشتباه نکنم آره هم. آره همین حدودا بود کسی بیرون یعنی شما میرفتین بیرون اصلا هیچکی نبود همه اینو نگاه میکردن فکر کنم جزء سریالایی بود که تاثیرگذار بود از کدوم مربیت خیلی آموختی بیشتر از بقیه آموختی شما وقتی میخوای فوتبال شکل بگیره وقتی یه بازیکن خود فوتبال شکل بگیره خیلی مهمه که مربیش کی است یعنی کی چجوری آموزش میده من 12 13 سالم بود که یه باشگاهی بود به نام باشگاه سیپان که اون موقع مثلا یه میگم ارامنه باشگاه زیادی داشتن گفتم خدمتتون عرض کردم که مثلا سیپان بود رافی بود آرارات بود چند تا اسمای دیگه هم بود یکی از زمینان به اسم یکی از همین تیما بود درسته یه زمین به اسم رافی بله بله اون خاکی مثلا اونجا اون موقع دیگه نمیگفتن که این مدرسه فوتباله بله نمیگفتن من اصلا معنی نداشت ما اصلا مدرسه فوتبالی وجود نداشت ولی من اونجا الفبای فوتبال هم اونجا یاد گرفتم الفبای فوتبال هم اونجا یاد گرفتم خب فکر کنم کدوم مربی به خاطرت هست که بله چیزایی بله. گفت که شاید بعد هم از کسی نشدیدی ببینید خیلی اصولی چیز یعنی مثلا اون موقع الان به هر کی بگی شاید اصلا کسی کار نمیکنه توی پایه همچی چیزی مثلا ما تکل زدن مثلا برگردون زدن هد شیرجه‌ای اینا رو یاد میگرفتیم یعنی به ما آموخت اینا رو چطوری دیدی به حتی اصلا اوت دستی انداختن هم یاد میداد میخوام بگم که یه چیز اصولی البته خب اون کسی که اون مربی که مثلا اونا رو یاد میداد به ما اون موقع هم خیلی اصولی نبود ولی این چیزایی که بلد بود و خب به خوبی اجرا میکرد ما تو زمین آسفالت تمرین میکردیم به لحاظ اخلاقی کی؟ حسن آقا بعدش اینو میخواستم بگم بعد از اینجا که اومدیم ما یه معلم ورزش داشتیم که اکثریت بازیکن آرارات رو ایشون جذب میکرد از اونجا که اومدیم تو همین تیم خاکی که خدمتتون عرض کردم گفتم رفتیم فینال تو این تیم بازی کردم من. بعد از این تیم تازه من رفتم آرارات که خب مربیای بازیکن‌های قدیم آرارات بودن و خب میخوام بگم که بیس فوتبال من یعنی بیس پایه فوتبال من درست بود نه من اونایی که همون سالها که آرارات توی جوانان قهرمان میشد توی امید قهرمان میشد توی نوجوانان قهرمان میشد یعنی یه تیمی که اصولی داشته کار می‌شده دیگه ببینید اینی که میگم مثلا کریم باقری مهدی پاشازاده مهدی مهدوی کیا پرویز برومند محمد خرمگاه بعد خدمتتون عرض کنم خیلی های دیگه مرزا مهدوی خیلی های دیگه خب حمید مطهری اینا بازی می‌کردن توی پایا ولی تیم آرارات قهرمان میشد ریشه‌ای که درست شده بود درست بود یعنی اون چیزی که آراتیا میکاشتن درست بود مربیام همه مربیام زیر نظر احسان آقا بودن اینی که احسان آقا چندین سال مربی آرات نزدیک 10 سال مربی آرات زیر نظر حسن آقا این بازیکن‌ها رشد می‌کردن میومدن بالا تو تیم‌های مثلا من واقعا من 17 سالگی مثلا خیلی الان خیلی کم الان بازیکن 25 ساله رو میگن بازیکن جوونی من 17 سالگی اولین بازیمو کردم تو آرات و اون به خاطر اون به قول معروف شاکله درست یعنی اون تشکیلات درست آرارات بود که بازیکن‌ها می اومدن بالا و خیلی بازیکن‌های زیادی ما به تیم‌های همون از دهه 70 سامسون پتروسیان ولی سرکیسیان فرید مرکان خدا بیامرز سرژی تیموریان مارکار آقاجانیان ادموند اختر جورس قازاریان من و دو سه نفر دیگه هم که رفتن حالا استقلال رشت بود اون موقع و تیم‌ها این 10 تا بازیکن توی تیم‌های مختلف بازی می‌کردن تیم‌های مهم بله مثلا آقای پتروسیان مثلا کاپیتان تیم زوبهم بود دم حسن آقا میام تشد این
ثمره یه تفکر درست بود. ادمون جان اون لبخند زیبای شما در چند سالگی ثبت شده؟ 5-6 سالم بود. 5-6 ساله بود. بله بله. چه عکس قشنگیه. این دیگه اوج شیطنت ما بود دیگه، بازیگوشو. ولی نمیاد شیطنت به چشم. نه میام خیلی نه آروم آرومم نبودم خیلی، ولی حالا برای خیلی شیطنت به این قیافه نمیاد. نه من فقط توپو دوست داشتم. آه. یعنی چیز نبودم که شیشه شیشه زیاد شکوندی؟ بله. قصد نباشی. داداش هم بازیکن خوبی بود؟ داداش بازیکن خوبی بود، منتهی یه بوره بازیکن خیلی خوب بود. یه بوره خورد که به تیم آرارات که بازیکن زیاد داشت. دو تا سوال دارم. یکی اینکه قصه گوی کودکیت کی بوده؟ و دیگه اینکه مشوق تو برای فوتبال کی بوده؟ مشوقت تو خانواده مثلا مشوق داشتی؟ خب معمولا قصه بود معمولا مادرها میشن دیگه. یادت میاد که قصه آره میگفتم بعد من بچه بسیار سرتقی بودم، یعنی من بغل مادرم بعد میخوابیدم، نمیدونم چرا ولی فکر کنم تا 6-7 سالگی بغل مادرم خوابیدم. وابسته بودی؟ بله مهر مادر. آره و فکر کنم شما هم لالایی داری؟ آواهای مادرانه؟ بله بله. به زبان در واقع ارامنه میخوندم براتون؟ نه من چیز میخوندم، این حالا شاید فارسی میخوندم. لالایی های فارسی مرسوم. آره، آره. بگو یه چیزی به ارامنه عزیز کشورمون بگو. الان نماینده شونی شما اینجا، بعدش هم ترجمهش کن برای ما. بله سلام علیکم دیگه چیزی خواستم. هر چی دوست داری به همکیشان خودت بگی اون دوربین ما هم شنونده. باره بلور هایرین، حسین بردکاک، آروخ چلنک و هاجوغ و یه اسوره نانساسته کشکان شود و آروخ چچونف بلوری چیم هم مرسید نرانسیز بور اینجا کاجلررن و آرات میوچونید شاد شما را کاله مومن ایجانم حدودی هم بگید چی آره گفتی؟ نه سلام عرض کردم و گفتم امیدوارم که سلامت باشین همیشه و از این بیماری زود رها بشین و مشابقه هایی که اونایی که توی به من کمک کردن در باشگاه آرات تشکر کردم. درود بر شما. بریم دوتا از گلای جذابتو ببینیم آقای ادموند بزی که دوست داشتنی. خب فرصت خوبی است برای یاران تیم پیروزی تا گل تساوی رو به ثبت برسونن. ببینیم به چه شکل استفاده خواهند کرد. بزیک و کریمی. بزیک میزنه و توی دروازه. عالی میزنه. در دقیقه 30 بازی تراکتور سازیه. بازی دویی چقدر بودیم؟ 4-2 بردیم. به تیم پیروزی در ورزشگاه آزادی هدیه میکنه. الان که 30 هفته هیاپی آقا زمین رو میدونی؟ جاون زمین. آره واه آفرین. این بازی هم یکی شد. آفرین یه چیز جالب یه چیز جالب بگم از پشت مارکار آقا جانی هم بودم. نگاه کنیم با هم اینجاست که توپ دروازه میاد. بزیک حاجز پوری رو که جلو آمده مغلوب میکنه و نتیجه 1-0 به نفع پیروزی میشه. نتیجه ای که آقا چغرترین مدافعی که روبرو دیدی کی بوده؟ تو چه تیمی بوده؟ یعنی کلافت کرده حالا ایرانی خارجی هر کیا. خب ببینید مدافع کارش اینه که مهاجم رو مهار کنه دیگه. درست. و فکر کنم که همه مدافعایی که روبرون بازی کردن همه قابل احترام بودن و همه بازیکنهای خوبی بودن، مخصوصا اون سالهایی که ما بازی میکردیم واقعا بازیکنهای خوب زیادی وجود داشت. نمیگم خدای نکرد جسارت نشه الان نیست، ولی واقعا اون موقع فکر کنم که یه نسلی بود که بیشتر فوتبالیست‌ها فوتبال ذاتنی تو ذاتشون بود، یعنی فوتبالیست ذاتی بودن بیشترشون. من فکر میکنم که آقای سامسون پتروسیان یه مدافعی بود که همیشه هم جز نفرات تیم ملی بود، یعنی همیشه دعوت هم میشد. سالی که اگه اشتباه نکنم 20-21 سالش بود، 21 سالش بعد باشه فکر میکنم اون موقع 21 سالش بود که تیم ملی دعوت شد. خیلی مدافع خوبی بود، چون من خیلی باهاش تمرین کردم، خیلی باهاش هم بازی بودم،
شاید به خاطر اون میدم که چه دفاع خوبی بود. یه بارم چنان منو زد که صبح که بیدار شدم فکر کردم کور شدم واقعا. من خواستم اینو بپرسم که بدترین تکل و زدن خدا بیامرز اصلاً هم خیلی خشن بود، خوبم بازی خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، خودش هم قبول داشت اینو، خشن قبول داشت که بله. کدوم گل که نشد آه از نهادت بلند کرد؟ یعنی کجا یک گلی باید میشد و نشد؟ حالا زمان حساسی بوده یا از تو بعید بوده که اونو گل نکنی؟ آه از نهاد زیاد دارم. خب کدومش آه از نهادت بلند کرد؟ یعنی افسوسش هنوز یادته؟ بازی استقلال و پرسپولیس بود، یه توپ پایین رفعت از اون گوشه آورد، پاس به جلو کرد، من صدم ثانیه به توپ دید رسیدم، صدم ثانیه، یعنی گل خالی بود، خودم هم پرت کردم ولی نرسیدم، میتونستم، من اگه زودتر میومدم گل میزدم حتما. اون حسرت سنگین داشت. بله بله. خب یه لذت خاصی داشت. یه الهلال داشتی؟ زدی تیر، زدی دروازه خالی بود، دروازه زدی به تیر. نمیدونم، یادم نیست. یادت جام باشگاه آسیا، جام باشگاه آسیا، یه بازی اونم آه از نهاد همه ما که بلند شد. آره، یه بازی به غیر از اون، بازی با پوهانگ بود که یه گلر قد بلند داشتن، دستش هم خیلی بلند بود، تک به تک شدم قبل این بازی، ما 3-1 باختیم، خب 0-0 بودیم، من تک به تک شدم با دروازه‌بانم، این دستش خیلی بلند، من اومدم که از رو سرش بندازم که نگیره بالا، ازش میگم خیلی بود دستش بلند، توپ خیلی بوماس به تیر افتاد پشت تور، یعنی افتاد رو دروازه هستن. کجا؟ خیلی خوش شانسی آوردی، یعنی دست خدا رو حس کردی. بازی بهمن یه توپ زدم بغل پا، توپ تپ تپ همینجوری داشت میرفت، گلر اومد بگیره از آره گلر اومد بگیره توپ، یعنی اشتباه پرید فکر کنم توپ زیر دست، خیلی خیلی توپ آرومی بود. اشاره کنم به 11 گلی که در واقع از تیم‌های مختلف به تیم اصلی رقیب پرسپولیس یعنی استقلال زدی. بله. سال 73 وقتی توی آرارات من تا دیگه یک سال بود تقریبا داشتم، یکی دو سال بود داشتم بازی می‌کردم. سال 73 بازی همین یکیچه بود. بعد بازی اصلی دوباره خوردیم به استقلال، دو تا اونجا زدم. بعد اومدیم تیم ملی، اومد اون موقع نقش جهان بازیایی بود که تیمای خوب شرکت می‌کردن و یه تورنمنت قبل از بازی‌ها بود، همیشه توی اردیبهشت ماه بود، ما با تیم ملی امید شرکت کردیم، اونجا هم یه گل زدم دوباره. بعد اومدم سپاهان، فکر می‌کنم دو تا یا سه تا گل زدم به استقلال، بعد تو تیم پرسپولیس هم دوبار به استقلال گل زدم. جالب ترین تیتر روزنامه‌ای که راجبت بوده یادت میاد چی بوده؟ برات راجع به چی نوشته بودم؟ حالا منفی یا مثبت نمیم، جالب بوده یا عجیب بوده برات؟ اولین دربی که بازی کردم، اولین دربی که بازی کردم سال 75 با گل من دقیقه 87 که زدم یکیش بازی رو بردیم. من واقعیتش نمیدونستم که پرسپولیس تا اون موقع 7 سال بود که استقلال رو نبرده بود، البته خب استقلال چند سال پایین بود، یعنی توی دیگه پایین تر بود. خب برای خب به هر حال بازی نشده بود و قبلش هم استقلال یا مساوی بوده یا برده بود، و روز بعد نوشتن که ادو تلسم افسانه رو شکست. مثلا واسم جالب بود، مثلا نمیدونستم تا اون موقع. بریم ببینیمش. مجددا خود رضا شاهرودی توی زمین استقلال، یک پاس بلند، یه موقعیت برای ادمون بسیج و گل. گل ادمون بزیچ، گل برتری تیم پیروزی توسط بزیچ. آقای ادو حرکتی کردی ها، یادم اینو میگفتن چیز بیروفی، موقع بیرو خیلی چیز بود، بیروف آلمان. به منطقه چپ رضا شاهرودی برای ادمون بزیچ که یک دو زیبا رو انجام میدن. شاهرودی پشت محوطه جریمه برای ادمون بزیچ و گل. گل باز هم ادمون بزیک. شد
شادی قرمز پوشان تیم این بازی که الان دیدین، این بازی 3-1 شد، فکر کنم که یکی از بهترین بازی‌های پرسپولیس بود مقابل استقلال که روز خداحافظی آقای پیوس هم بود. من بیرون بودم، آقای پیوس بازی میکرد و من اومدم جای آقای پیوس تو اون بازی. یادمه آقای پیوس گریه کرد. بله توی این همین چرتیکه هم که تشریف آوردن دیگه. بله راجبش گپ زدیم و گفت الانم که میبینم باز هنوز یه حس عجیبیه برام. خداحافظی. بله. خداحافظی خودتو بگو. ببین معمولا فوتبالیستای ایران خداحافظی ندارن. توضیح بده که یعنی چی؟ دیگه تا یه مقطعی بازی میکنی بعد میذاری کنار، یعنی دیگه شما نه خداحافظی نه چیزی. ما یه دونه ادمون بزیک تو ایران داریم دیگه، اسمن دار الان از شانس ما اینجا نشسته و داریم خاطره بازی میکنیم و گلای قشنگیشو میبینیم از زحمتاش. من دارم لذت میبرم، شاید تنها برنامه ایه که من اینقدر صحبت کردم. به خدا خیلی صحبت کردم. خب خدا رو شکر هنوز بلد نمیکنی. در خدمتتون هستم. آخرین گلی که با پیراهن پرسپولیس زدیم یادته؟ اگه اشتباه نکنم آخرین گلی که با پیراهن پرسپولیس زدم همین بود. و گل دوم همین گفتم 2-0 عقب بودیم از تراکتور سازی، 4-2 شد بازی که کاشته رو نشون. فکر کنم آخرین هم بود، یعنی بعد از اون کاشته یه گل دیگه زدم نیمه دوم اگه اشتباه نکنم. که اشتباه میکنی. پس اشتباه این آخرین گل با پیراهن پرسپولیس نبوده. حالا شاید من اشتباه کنم، نظرت چیه؟ نمیدونم. بخوای ببینیمش؟ ببینیمش. ببینیمش شاید یادم اومد. ببینیم دیگه. ببینیش دیگه یادت میاد. آره آره. کارت زرد به بازیکنی که توپ رو با دست زده و حالا یک ضربه آزاد که معمولا این ضربات رو حامد کاویانپور و خود ادمون بزیک خوب زدن. یاره بازی با پیکان زمینی بود آخ. به خدا خیلی سخت بود بازی کردم. خیلی سخت من بازی کردم. بازی های آسیایی رو میمدن رنگ میکردم. زمین به خدا چمن چیزی رومون میشده سبز رنگ میکردم. بله بازی پیکان بود. بله آخرین گل شما پیراهن پرسپولیس این بود به پیکان. چه گولی هم زدی، باشتر خوشگلی زدی. کاشته کم میدادن بهت بزنی؟ نه من تو تیم ملی هم تو تیم ملی امید کاشته های نزدیک هم میزدن. شاید بشه گفت کم تجربگی دروازه‌بان پیکان که خوب جاگیری نکرده بود باعث شد تا توپ وارد دروازه بشه. البته نباید از ضربه خوب ادمون بزیک هم غافل شد. بله نباید غافل شد از ضربه. شما درست میگفتید این گل آخرم بود واسه برای تیم پرسپولیس. بعد از اون دیگه الان که یادت اومد دیگه. بله بله درست میگی. خب اینجا جای خاطره هاست دیگه. من خیلی خندم گرفت گفتی اون قسمت های زمین که چمنش رفت با رنگ سبز رنگ سبز رنگ میکردن. بله واقعا رنگ میکردن چون میدین بازی خیلی انجام میشد، یعنی روی این زمینه خیلی بازی انجام میشد. باز زمین خراب میشد، یعنی شما قبل از ماه مثلا یعنی قبل از آبان ماه دیگه زمین خراب میشد. خب از بازیکنان تیم رقیب در واقع پرسپولیس، خب شما بیشتر پرسپولیسی هستید نه خودتون بله. بیشتر پرسپولیسی میدونی دیگه تو بله. تیمی که از قبل بازی میکرد با کدومشون دوستی رفاقت داری؟ همچنان ارتباط خوب داری؟ من با اکثریت بچه‌هایی که تو استقلال بازی می‌کردن اون موقع رفیق بودم، مثلا خرمگاه پاشازاده اینا رفیق بودم قبلش. یعنی چون ببین بود به هر حال اردوهایی که اون موقع بود اردوها خیلی بلند مدت بود. مثلا من دقیقاً یادم بازی المپیک، یعنی امیدهای تیم ملی امید، من 3 ماه هتل استقلال بودیم، یعنی کل تیم اونجا بود 3 ماه. خب به هر حال اینا رفاقت میاره دیگه. با اکثریت بازیکنان استقلال رفیق بودم، ولی خب چون حالا خب آقای ملکیان چون خب همبازیم بود، به هر حال بازیکن آرارات بود، از قبل هم شناخت داشتیم، مثلا بازیکن استقلال باش رفت آمد داشتیم داریم. و برای تیم رقیب احترام قائلی؟ 100%. همیشه اینطور بودی؟ همیشه اینطور بودی. تلخ ترین شکست و شیرین ترین پیروزیت رو
کدوم ها میدونی؟ تخت‌ترین شکستم فکر کنم با پرسپولیس جلوی تیم پوهانگ بود، پوهانگ کره جنوبی که نتونستیم بریم به فینال. من دو بار، سه بار تا این مرحله رفتم. متاسفانه دو بارش رو اگه اشتباه نکنم دو بارش شد سوم شدیم، یه بارش هم نشدیم. خب اون تلخ‌ترین بود، شیرین‌ترین برد، شیرین‌ترین بازی. خب ببینیم، بعد سالی که من رفتم پرسپولیس جزء بازیکن‌های جوان بودم و خب میدونی هر کی تو اون زمان، حالا اون زمانه که همین الان همه دوست دارن که بازی استقلال گل بزنن دیگه. حالا اون که تو نیمکت هم هست دوست داره مثلا میره تو زمین گل بزنه، یعنی فرق نمی‌کنه از دروازه‌بان بگیر تا نوک حمله. خب اتفاق خیلی شیرینی بود برای من تو اون بازی و خاطره و چجوری بگم، یه خاطره خیلی خوب بود. یه ببین اون موقع تماشاگرها دیگه منو چجوری بگم، طرفدارای تیم وقتی من گل زدم با گل من پرسپولیس بازی رو برد، طرفدارا دیگه محبوب خیلی یعنی من فکر کنم حس کردی عاشق چش قشنگ. آره فکر کنم که تفاوتش رو حس کردم، یعنی گلی که شما به استقلال میزنی و برنده بازی میشی تو دربی، فکر کنم که از اون به بعد واقعا، یعنی قبلش هم لطف داشتن ولی از اون به بعد دعوادارا واقعا به یه چش دیگه منو نگاه میکردن، یعنی به عنوان یه بازیکن خاص نگاه میکردن. و همیشه اصلا من یادم وقت بعد بازی که روز بعدش که تمرین داشتیم از کارگران تمرین میکردیم، یعنی من رودوش هوادارهای عزیز. یه عکس خاص هم هست از این بازی ها کنار مرحوم میناوند. بله عکس در حال شادی کردن. بله مرحوم میناوند خود خیلی چیز بود، میگم چون قلب خوبی داشت نفر اول میومد مثلا عزیز. آره چیز میکرد. پس این هم شیرین ترینش. بله شیرین ترینش. ادموند عزیز یا همون به قولی که اطرافیان صدات میکنن ادو جان، جان عزیز دلم، جانت سلامت. اگر سوار ماشین زمان شیم برگردیم به عقب، هم ببین تا اینجا عمرت تا همین ثانیه ها، یه پاوز کنیم همینا رو برگردیم بریم عقب، کدوم ایستگاه ها میگی نگه دارید اینجا رو من یه بار دیگه نفس بکشم، یه بار دیگه ببینم، یه بار دیگه بچشم؟ دورانی که تو پرسپولیس بودم و دوست دارم، اصلا دوست داشتم که با پرسپولیس خداحافظی کنم، ولی خب بعضی موقع شما یه چیزایی دوست داری ولی اتفاق نمیفته، قرار نیست بشه. چیدمان بله هستی کائنات و برنامه‌ریزی خداوند چیز دیگه است، چیز دیگه است. بعد قبول کن، فکر کنم که بهترین دوران فوتبالیم بود، البته خب شکلی فوتبالم از آرارات بود ولی نبوغ فوتبالم، یعنی اون پختگی فوتبالم تو دوران پرسپولیس بود. اون ایستگاه دوست داری پیاده شی؟ برای این دفعه دیگه 5 سال بازی نمی‌کنم. برای تکرارش چقدر بازی می‌کنی؟ تا آخر فوتبالم بازی می‌کنم. تا جایی که می‌تونه نفس داری بازی می‌کنی. هنوز برای پرسپولیس قلبت محکم می‌زنه؟ خب اگه بگم نه دروغ گفتم و دوست، خب یه چیز طبیعیه که دوست داشته باشم که پرسپولیس بازیشو ببره، بازیشو دنبال کنم، خیلی هم دنبال میکنم، یعنی همیشه سعی میکنم که اگه خودم تمرین نداشته باشم حتما نگاه میکنم. خب با خوشحالیاش خوشحال میشم، با ناراحتیاش ناراحت میشم، که خوشبختانه تو این چند سال اخیر ما همش خوشحال بودیم. خیلی خوبه. امیدوارم که تداوم داشته باشه و به دوست عزیزم آقای گل محمدی اونجا مرد، یعنی فرق نمیکنه الان چون آقای گل محمدی هستن، خب یه چی میگن، یه تعصب بیشتری دارن. خب تکلیفت با پرسپولیسیا که مشخصه. بله. دوست داری یه جمله هم به عنوان یک بازیکن قدیمی پرسپولیس، دوست داری جمله ای هم به طرفداران استقلال بگی؟ ببینین شاید اون موقع حالا اونایی که منو میشناسن قطعا خب طرفدار محترم تیم استقلالم میدونن و مطمئنم که اینو حتما دیدم. من خیلی احترام برایشون قائل بودم، هیچ وقت سعی نکردم که بی احترامی کنم به طرفدار تیم استقلال، هیچ وقت، حتی
خیلی کوری ساده هم که خیلی ها دوست داشتن مثلا بازی پرسپولیس رو قبلش یا بعدش انجام بشه، من اینو سعی کردم انجام ندم. یعنی چون میدونید به هر حال تیمی که حالا مثلا میگم استقلالی که مثلا باخته بازیو، خب تعصب داره، طرفدارش تعصب داره. من فکر کنم که خیلی زیبنده نیست، خیلی قشنگ نیست که ما هم اون حالا اونو بیشتر کنیم. خب بعد این نظر منه، خیلی شاید نظرش این نباشه، ولی نظر من اینه که من اینجوری احترام میذاشتم. کدوم رفتار زیبا انسانی و خوشایند تو خاطرت مونده از چه تیمی؟ حتی ممکنه یه تیمی باخته یا برده یا نمیدونم، تو بازیایی که خودت تجربه کردی یا اصلا نه بازیای دیگه ای بوده شما دیدی از اون رفتار خیلی خوشت اومد تو ذهنت مونده؟ من فکر کنم که حالا اسم این بازیکن خوب کشورمون رو تو به خاطر ندارم، خب برای همین چند سال پیش بود که تو بازی دیدم که بازیکن تیم حریف ضربه خورد و افتاد و یه ضربه بدی هم بود، این بازیکن گل خالی ها نزد، توپ رو زد بیرون. آی متوسل زاده؟ بله آرمین بله. متوسل اینو تو دیگه انگلیس هم دیده بود. عزیزم اصلا نمیخوای خوشحالی کنی عزیزم، ارقا ببین چی کار میکنه. این کمترین چیزی بود که میتونستم انجام بدم، یعنی برای اونایی که بله برای تیمی که داری بازی میکنی به هر حال موظفی کارت رو بکنی. نه خب به هر حال اون حرفه است، ولی چندین سال منو به عنوان یه بازیکن قبول داشتن، شاید یه مدت خوب نبودم ولی باز به هر حال تشویقم میکردم، خیلی دوستم داشتن، این واسه من خیلی ارزشمند بود و کمترین به قول معروف کمترین چیزی بود که میتونستم انجام بدم و از ته قلبم خوشحالی نکردم، یعنی نه اینکه توی قلبم خوشحال بودم، از ته قلبم خوشحالی نکردم. دمت گرم. این مرام پهلوانی. اگه با آراتم بازی میکردم و گل میزدم خوشبختانه دیگه، حالا خوب نیست بگم خوشبختانه، ولی خب آرات نبود که یه به آرات گل بزنم، ولی این کارو میکردم، برای آرات هم این کارو میکردم. دمت گرم، مرام پهلوانی داری، قربونت برم. من میگم کمترین چیزی بود که نظرم میتونستم که اینجوری خودم رو نشون بدم، یعنی محبتاشون رو اینجوری جبران کنم. ادموند جان اگر بگن از درگذشتگانی که شما میشناسید در زندگیتون، حالا حرفه، ورزش، خانواده، برکی خودتون میدونید، میتونید یک نفر رو درخواست کنید یه دقیقه بیاد، اون یه نفر کیه؟ شما کیو انتخاب میکنی که یه دقیقه ببینیش؟ خب یه دقیقه که خیلی کمه نده آدم. باش چند نفر کن؟ نه کیا بیان؟ نه نه میگم یک دقیقه خیلی یک دقیقه کمه. آها برای دیدن کی؟ دوست داشتم باشن، یعنی دوست داشتم بوده، مرداد اینا رو دوست داشتم. در حالت آقای انصاریان یه نفر خیلی سخت شد میگی، ولی میگم باش خاطرات خیلی زیادی دارم، خیلی مسافرت باش رفتم، خیلی به هر حال زندگی اردویی داشتیم و خیلی هم از من کسی نشیده که مثلا بگم مثلا من با مرداد میرم خیلی رفیق بودم، ولی زبونم نمیچرخه الان بگم مثلا خدا بیامرزاده. عزیزم. اگه قرار یه دقیقه باشه قطعا. اون یه دقیقه چی بهش میگی؟ چی کار میکنی؟ نمیدونم چی کار میکنم، برای خوب دوست داشتم بود، نمیدونم چی کار میکنم. لحظه خاص یا جمله خاصی ازش تو ذهنت هست؟ میگی خاطره زیاد یه چیز بشه؟ آره یه چیز خیلی واقعا شاید اگه مرداد میناوند توی فوتبال هم توی فوتبالیست نمیشد یه شومن خوب میشد، خیلی قوی بود، خیلی میخندیدین، خیلی قوی بود.
همونجوری که الان ما با یاد کردن شاد شدیم، انشالله که روحش شاد باشه همیشه. خب این برنامه شماست ادموند بزیک عزیز، و اختیار تقدیم کردنش هم با شماست. دوست دارید که این برنامه رو به چه کسی تقدیم کنیم؟ بذاریم به چه کسانی بگیم؟ بفرما، در اختیار شماست. میتونم چند حتما حتما. اول که به خانواده هم، همسرم، دخترم، پدرم، مادرم و تمام کسایی که توی پیشرفت من زحمت کشیدن، به تمام مربیایی که برام زحمت کشیدن این برنامه رو تقدیم میکنم. اگه اسمی ازشون نبردم عذرخواهی میکنم. و نه آخه زمانم نداریم که اسم همه رو بپریم. امیدوارم که تونسته باشم شاگرد خوبی براشون بدم. ادموند عزیز، از کولبار تجربت یه جمله طلایی به چلتی که هدیه بده. نمیدونم میشه اسمش رو گذاشت جمله طلایی یا چیز دیگه. و دوست دارم که تمام انسان‌هایی که انسان‌های روی کره زمین یه روز با صلح و آرامش کنار هم دیگه زندگی کنن. دیگه از این طلایی تر؟ خیلی طلاییه. یه رویای زیبا. سعی کردم طلایی باشه. یک آرزوی زیبا. طلایی دیگه. انسان زندگی رو زندگی کنیم. زندگی رو زندگی کنیم در صلح، در آرامش. با آفرینم، طلایی بود، خیلی قشنگ بود. زندگی رو زندگی کنیم، هدرش ندیم. بله. با واقعا پسنداز نمیشه کردش که. همین ثانیه که الان سپری شد شد، تموم شد، رد دیگه پر نمیکرد. مرسی از جمله طلایی. خب قربان شما. ورزشکار محبوب و محجوب و با اخلاق و دوست داشتنی کشورمون جناب آقای ادموند بزیک، نامی که در ذهنها خواهد ماند، به نوبه خودم و به نمایندگی از همکاران عزیزم در چلتیکه و جسارت نباشه مردم خوبمون که با بنده هم نظرن، به خاطر یک عمر تلاش و زحمت شما در ورزش، کوشش خالص زلال با عشق و بی انتظار شما بسیار سپاسگزاریم. قدردانی میکنیم از شما، قدرتون رو میدونیم. امیدواریم که تندرست باشی. یه خود دلم گرفت که برای مشکلی که تو کمرت داری دیگه نمیتونی بازی کنی. حالا بازی میکنه ولی نه زیاد شدید اونجوری که دلت میخواد داشته باشی، ولی از خدا میخوام که اونم مرتفع بشه، تنت سلامت باشه. مرد ورزشی و اخلاق پهلوانی داری، دمت گرم. به همین دلیل ما توی چلتیکه یک سروستان داریم که توش سرو میکاریم. در این فصل داریم سرو کوهی میکاریم به اسم ارس، که سرویست از کهن‌ترین درختان زمین رو به انقراض و با عمر 3000 سال. گفتیم که این فصل این نهال‌ها رو مزین کنیم به اسم بزرگان که روی صندلی چلتیکه میشینن و نام شما سند میخوره. اون درخت به نام شما به زمین هدیه میشه و همیشه در سروستان چلتیکه هست و مال شماست، که انشالله اسمتون رو همیشه سبز نگه داره با عمر بلند. خیلی ارزشمنده بله عزیزم، بسیار ارزشمنده. اگه کلام آخری داریم برای خداحافظی ما هم بشنویم. امیدوارم که توی این چند سالی که توی ورزش بودم اون کسایی که منو دیدن و یا انتظاراتی که داشتن رو برآورده کرده باشم، و اگه هم نتونستم دیگه عذرخواهی میکنم. بعضی موقع عزیزم خوبم تونستی، خیلی شو تونستی، ولی سعی خودم رو کردم، کم نذاشتی دیگه، دمت هم گرم. مطمئنم هر چی که داشتم و ارائه کردم، حالا کم و زیادش دیگه اضافه با مردم. مرسی ادموند جان، من ازت یاد گرفتم. آرامش، صبوری، اخلاق خوب، دمت گرم. بینندگان عزیز لذت بردی؟ ما که خیلی لذت بردیم. معمولا هم اینطوریه، وقتی ما خوشمون میاد بعدش میبینیم که شما هم خوشتون اومده و بسیار برای ما خوشایند و خوشنود کننده است. خرسند باشید، خندان باشید، سلامت باشید. مهمترین دلگرمی ما هستید. به قول جمله طلایی ادموند عزیز، زندگی رو زندگی کنید. ممنون که همچنان همراهی میکنید و دستتون رو از پشت ما بره میدارید. دم همتون گرم. در پناه حق باشید. خدا نگه دارید.